خوش آمد به همه بینندگان، شنوندگان و کاربران. به این برنامه خوش آمدید و درود بر ملت ایران که مبارزه میکنه و خیزشش ادامه داره و امیدواریم که تا رسیدن به هدف نهایی این خیزش و این کوشش و این جنبش ادامه پیدا بکنه. درود میفرستیم به مهمان عزیز این برنامه، آقای محسن بنایی، که اطلاع پیدا کردیم که کتابی نوشتن. درود بر شما آقای بنایی، بگویید که چه نوشتید و به چه زبان. درود بر شما آقای امیر گرامی و درود بر همه بینندگان گرامی در هر جای جهان که هستند و سپاس و کرنش نثار مردم قهرمان ایران که همه ما ایرانیان خارج کشور رو واقعا سربلند کردند و الان ما واقعا با یک سر افراشته با افتخار اعلام میکنیم که از اون آب و خاک هستیم و یکی از همون بیشمار مردمانی هستیم که جهان واقعا به تحسینشون نشسته امروز. برای این کتاب البته مدت زیادی که نوشته شده، ولی پریروز در اصل به بازار وارد شد، یعنی چاپ شد و به بازار وارد شد. من به شما نشونش میدم اینجا. این کتاب به زبان آلمانی هست و نامش به زبان به آلمانی هست اسرائیل آف ایرانیش، که ترجمه تقریبیش میشه اسرائیل از نگاه ایرانی. و این کتاب میشه گفت یک سفرنامه‌ای از دو سفری که من در سال 2018 و 2019 به اسرائیل داشتم. بار اول با همسرم و بار دوم با پسرم بود، که البته پسر من اونجا داشت درس میخوند یک ترم در دانشگاه عبری اورشلیم در رشته ایران شناسی، یک ترم رو در اونجا گذروند و موقعی که بخواست برگرده من هم رفتم و یک هفته اونجا بودیم. و این کتاب یک میشه گفت نتیجه این دوتا سفره، ولی سفر فقط به این در مجموع سه هفته خلاصه نمیشه. سفر در دهه 50 خورشیدی از ایران شروع میشه و 2019 در آلمان به پایان میرسه، یا به نوع دیگر اگه بخوایم بگیم از یهود مدیناتا در دوران امپراتوری هخامنشی شروع میشه و به جمهوری اسرائیل در 2019 در اونجا به پایان میرسه. یک سفر درونیه، این که من چطور خودم از یک کسی که بسیار اسرائیل ستیز بودم تبدیل به کسی شدم که سعی میکنم بی‌طرفانه به قضیه اسرائیل نگاه بکنم، به کشور اسرائیل، به جامعه اسرائیل، به مردم یهودی، به جامعه یهودی در کل جهان، به یهودیان ایران، و اینکه در اونها یک دوست و همپیمان تاریخی و فرهنگی ملت ایران رو ببینم. در اصل سفری که با دشمنی شروع میشه و با دوستی و تفاهم به پایان میرسه. امیدوارم در این خلاصه تونسته باشم یک فضای کلی کتاب رو به شما عرضه کنم. بله، سپاسگزاریم. الان یه تیکش رو بیان بکنید. اولا این کتاب رو گفتیم به زبان آلمانیه، آیا به فارسی هم برگردانده خواهد شد یا نه؟ بله بله، همسر من که خب مترجم هست و چند کتاب تا بال ترجمه کرده و خودش هم البته نویسنده است، ایشون کتاب رمان تاریخی ایشون هم پارسال به نام آن قلم باستانی به چاپ رسید. ایشون خودش هم نویسنده است و هم ترجمه میکنه از آلمانی. ایشون این کتاب رو اسمش من مرجان گرکانی و ایشون الان مشغول ترجمه این کتاب هستن. تقریبا یک میشه گفت یک حدود 10-15% ترجمه شده به فارسی. بله، بخشی از دیدنی ها و شنیدنی هاتون رو آنگونه که در کتاب بازتاب یافته بیان کنید. بله، من شاید لازم باشه یه توضیحی در مورد ساختار کتاب بدم. بفرمایید. اون همینه که این کتاب، الان من فهرستش رو در اینجا میذارم، البته خیلی مهم نیست، برای آلمانی زبان ها شاید جالب باشه. همه فصل های این کتاب با نام یک گل شروع میشن و این گل به نوعی یک حال، یک رایحه، یک بوی از اون گل در لحظه‌ای که من در یک شهری بودم اینجا توصیف شده.
برای مثال، البته همش گل نیست، در یک جا هم اناره. برای مثال در شهر اورشلیم، ما شما میدونید در هر گوشه، هر سر هر چهارراهی، هر کوچه‌ای در بازار یک مغازه میوه فروشی هست که آب انار میفروشن. خیلی، یعنی در هیچ جای دنیا من ندیدم که اینقدر آب انار بفروشن. و من مثلا در بخشی که به اورشلیم مربوط میشد، این انار رو یا آب انار رو گفتم این روح یا جان شهر اورشلیمه. یعنی شما وقتی که این آب انار رو می نوشید، مثل اینکه جان و روح و اون روان این شهر باستانی رو دارید جرعه می نوشید. یا در مثلا یک بخش دیگه ای که هست، ما در یک صحنه ای که در یک رستوران اتفاق می افته و در اونجا گلدان های اطلسی هستند و اون بخشی که این رستوران توصیفش در اونجا شده، با نامش هم هست خاطره اطلسی، برای اینکه مادر من در حیاتمون همیشه یه تعداد زیادی گلدون های اطلسی داشت و خیلی به اونها میرسید و من لحظه که وارد اون رستوران شدم، بوی این گلدون ها من رو به یاد خانه دوران کودکی منداخت و تمام شهرها به همین شکل با یک گل یا یک مثلا در مورد اورشلیم با انار در ارتباط هستند. شروع کتاب، یعنی در دیباچه کتاب، من اصلا توضیح دادم که چطور شد، یعنی من از کجا شروع کردم و آخرین جملهش در دیباچه اینه که در غروب یک روز ملایم ماه اکتبر، ما در گیشه چک این فرودگاه کلمبون ایستادیم و به اورشلیم پرواز کردیم، به اسرائیل پرواز کردیم. در بین این دو، یعنی از جمله با، یعنی این دیباچه با این جمله شروع میشه که اگر 5 سال پیش کسی به من گفته بود که تو به زودی به اسرائیل سفر خواهی کرد و اون هم 2 بار در عرض 8 ماه، من به طور قطع بهش میگفتم که لطیفه خیلی خندداری گفتی و یه خیلی حرف بامزهی زدی، ولی در واقع این دیباچه با این جمله شروع میشه و با اون جمله که گفتم تمام میشه. در بین این، اون تحولاتی که در خود من به وجود اومده بود، چرا من اسرائیل ستیز بودم، چرا نسبت به یهودیان همیشه یک نگاه مشکوک داشتم، با اینکه در کتاب هم آوردم پدر من برای یک شرکت بسیار بزرگی کار میکرد به نام کارخونه چینی ایرانا که صاحب این مراد عریه بود، یکی از یهودیان سرشناس ایرانی و عضو مجلس شورای ملی بود. بله بله. و خب رابطه خیلی خیلی خوبی داشت، یعنی ما در من شاید جزو معدود خانواده هایی بودیم که یک ارتباط بسیار مستقیم با یهودیان ایرانی داشتیم، کارفرمایان پدر من بودن. خب این رو آوردم، بعد توضیح دادم که در انقلاب چطور بود، اساسا چرا اسرائیل حتی از آمریکا برای حکومت اسلامی بیشتر مورد نفرت بود، این دشمنی دلایلش چی بود، جریانات سیاسی رو به خصوص جریانات مارکسیستی رو اشاره بهشون کردم که اینها هم به دلایل رابطه نزدیکی که با سازمان آزادی بخش فلسطین داشتن و در اونجا آموزش خرابکاری و بمبگذاری و ترور می‌دیدن، طبیعتاً همون نفرت‌های ضد اسرائیلی رو از اردوگاه‌های آموزش چریکی به ایران آورده بودند و در اونجا نشر می‌دادن. اینها اون مقدماتیه که بگم من چه بودم، بعد چطور شد، چه تغییراتی کردن. مثلا این که من به آلمان اومدم و من با افتخار همیشه این رو اعلام میکنم که من تا فکر کردن رو تازه در آلمان یاد گرفتم، یعنی تا اون موقع فکر میکردم که فکر میکنم، ولی فکر کردن درست رو در آلمان یاد گرفتم. و این نکته که شما میگید من فکر کردن رو در آلمان یاد گرفتم، این نکته بسیار جالبیست و این رو ما کم داشتیم در ایران. حالا در یه فرصتی در این باره میخوام باتون صحبت بکنم که یعنی چه من فکر کردن رو در آلمان یاد گرفتم. واقعا این موضوعی که ساعتها میشه روش بحث کرد که بله. حالا واردش نمیشیم اینجا، میذاریمش برای یک برنامه دیگه. بعد خب من در کنار پزشکی شروع کردم به خواندن، به تحصیل در رشته زبانشناسی تطبیقی با گرایش ایران شناسی و استاد من، استاد اول من، چند تا استاد داشتم ولی استاد اول من که در واقع به نوعی من رو زیر و بار و پر خودش گرفت، زنده یاد جوزف الفنباین بود که من فکر می‌کنم یکی از
با اینکه خیلی شناخته شده نیست، ولی چون من با زندگی نامش رو میشناسم میتونم بگم یکی از بزرگترین نابغه های قرن بیستم بود ایشون. فقط برای اینکه یک توضیح کوتاه داده باشم که این حرف من مبالغه نیست، یک بار من در یک سفری که ما با هم دیگه داشتیم به هلند باهاش صحبت کردم و راجع به مسائل مختلف حرف زدیم و اینها. بعد خب ایشون یهودی بود و انگلیسی الاصل بود، یعنی در انگلستان به دنیا آمده بود، شهروند بریتانیا بود. خب ایران شناسی رشته ای بود که به عنوان پروفسور در من تدریس میکرد. ما وارد هلند شدیم، به هتل که رسیدیم ایشون با کارمند هتل که به استقبال ما آمده بود شروع کرد خیلی روان و سلیس به زبان هلندی حرف زدن و من تعجب کردم چون نمیدونستم که هلندی هم بلده. بعد در همون لابی هتل که نشسته بودیم و منتظر بودیم من با ایشون صحبت کردم که چند تا زبان بلده. شاید باورشون نشه بینندگان گرامی، ولی ایشون بیشتر از 30 زبان زنده و مرده دنیا رو بهش مسلط بود. و وقتی مسلط بود آقای امیر، یک بار من از ایشون در مورد عبری یک پرسشی کردم و ایشون به من گفتن که عبری تخصص من نیست، عبری زبان مادری من هست ولی تخصص من نیست، در از من در مورد عبری سوال نکن. یعنی انسانی بود که من مطمئنم عبری رو از 99% شهروندان اسرائیل بیشتر بهش مسلط بود، ولی اینقدر تواضع داشت که میگفت من این رشته رو در دانشگاه نخوندم و از در این باره از من سوال نکن. زبانهایی رو که من دارم میگم ایشون بلد بود، 30 بالای 30 تا زبان، اینها زبانهایی بود که ایشون بهش مسلط بود. اولین نویسنده واژه‌نامه بلوچی به انگلیسی پروفسور بود. همه اینا رو بذارید کنار آقای امیر، من میخوام یه چیز دیگه براتون بگم که چرا ایشون نابغه بود از نظر من. جوزف الفنباین در 18 سالگی در حدی ساکسیفون مینواخت، یعنی ساکسیفون رو در حدی مینواخت که عضو ارکستر هالیوود بود برای اجرای موسیقی فیلم ها. جوزف الفنباین در بین سالهای 35 تا 40 سالگیش پروفسور ریاضیات کاربردی در ایتالیا بود. تازه بعد از 40 سالگی به زبان شناسی روی آورده بود و در همون رشته هم به درجه پروفسوری رسیده بود. برگردیم به کتابتون، بفرمایید. این شخصیت، این لازم بود که گفته بشه چون ارتباط مستقیم به کتاب داره. این شخصیت من رو به شدت تحت تاثیر قرار داد. آدمی بود که بسیار ذهنش باز بود و در واقع من میتونم بگم تا حدودی از او آموختم که چطور انسان باید بدون تعصب به پدیده ها نگاه بکنه و این در واقع جوانه این بود که خب من گفتم اگر به همه چیز باید بدون تعصب نگاه کرد، اسرائیل هم از این قاعده مستثنا نیست و میتونم بگم از اونجا شروع شد که من سعی کردم بی‌طرفانه به اسرائیل نگاه بکنم. و اگر خاطرتون باشه در سال 2010 من بعد از اینکه این سیر روانی رو طی کرده بودم مقاله‌ای نوشتم به نام ما و بنی اسرائیل که شما هم لطف کردید اون رو در سایت فارسی وزارت خارجه اسرائیل چاپش کردید. در اون موقع این تحولی بود که من بهش رسیدم، یعنی شروع کردم خودم رو مشغول کنم و درگیر کنم با تاریخ اسرائیل، با تاریخ یهود، به وجود اومدن اسرائیل، آغاز مهاجرت یهودیان به همون اسرائیل یا ارض موعود یا سرزمین اسرائیل، با تمام تحولاتی که در تاریخ بوده، چهره‌های مشهور یهودی در جهان تأثیری که بر اونجا گذاشتن، چهره‌های مشهور یهودی در ایران و تأثیری که در ایران گذاشتن. و اونجاست که میگم آقای امیر، ما همیشه از چیزی که نمیشناسیم یا میهراسیم یا میگریزیم و در بدترین حالت باهاش دشمنی میکنیم و فقط شناخت بود که به من کمک کرد که به اسرائیل هم مثل هر کشور دیگه جهان با تمام ایرادایی که بهش هست، با تمام نکات مثبتی که داره، هیچ چیزی مطلق نه خوبه نه بده، مثل یک کشور عادی تمام مثل همه اعضای جامعه جهانی بهش نگاه بکنم و نتیجه این سیر و سلوک تاریخی، فرهنگی و فردی شد این کتاب که امروز داریم معرفیش میکنیم. بله، خواستم بگم که آنچه که گفتید در مورد یهود ستیزی با فرهنگ دینی و آموزش خانوادگی در هم میشه و هم میامیزه به نظر من در داخل ایران. نمیدونم اون داستان
عکاس ایرانی رو براتون تعریف کردم یا نه. من لندن بودم و با یه عکاس خبرنگار ایرانی آذری آشنا شدم و خیلی با هم نزدیک شدیم و ایشون گفت میخوام یه داستان برات تعریف کنم. و داستان این بود که ایشون در یک دهکده نزدیک رضائیه، ببخشید، نزدیک اردبیل دنیا آمده بود، از در یک خانواده مذهبی که مادرش هر روز 3 بار یا 5 بار نماز میخوند و میگفت مادرم همیشه من رو هشدار میداد مبادا با جودا بازی کنی. وقتی بچه بودم هی میگفت و من گفتم مادر جودا یعنی چه؟ گفت این یهودی ها. گفتم من اصلا یهودی نمیشناسم، ولی چرا باشون بازی نکنم؟ گفت چون جودا دم دارم. و این رو مادر به ذهن بچهش تلقین کرد. و ایشون هیچ یهودی ندیده بود که ببینه دمش کجاست. و بعد تعریف کرد که من از اردبیل رفتم تهران به که کار بکنم، 16-17 سالم بود شده بود و با یک پسر جوانی آشنا شدم، خیلی خوشم آمد از اخلاقش، از تربیتش، از جوانبینیش و غیره و غیره. با هم صحبت میکردیم و در حاشیه گفت من یهودی هستم. این آقای عکاس عزیز ما تعریف کرد که آقای امیر تو باور نمی کنی در تمام مدتی که این جوان با من صحبت میکرد به دنبال فرصتی بودم که پشت سرش رو نگاه کنم ببینم دومش کجاست. این کاملا قابل باوره. بفرمایید. بله کاملا قابل باوره، ولی فقط این نیست آقای امیر. ببینید در اصطلاحاتی هم که ما به کار میبریم، مثلا معذرت میخوام، میگیم جهود بازی در نیار. وقتی یه نفر زیاد سر صدا، مثلا یه زخمی بهش وارد شده، زیاد داد میزنه و گریه میکنه، میگیم جهود بازی در نیار، یا همون اصطلاح جهود خون دیده. اصلا خود کلمه جهود که به کار میره کلمه به نظر من توهین آمیزیه. ما همیهنان یهودی داریم، تمام شد و رفت، هیچ کلمه دیگه ای در مورد ایشون، در مورد اینها نباید به کار بود. بله این ازتون معذرت میخوام، برای اینکه بهشون توهین نشه، وقتی رضا شاه به سلطنت رسید گفتش که دیگه نگین جود، بگین کلیمی، یعنی یک واژه دیگری رو درست کردم که این واژه یهودی گفته نشه، چون در فرهنگ دینی و تربیت خانوادگی یهودی واژه مکروهی بوده. بفرمایید. بار منفی داشت 100%، درسته. البته خب اون کلیمی هر کسی هم که اینو اختراع کرده به نظر من یه مقدار باهوش بوده، برای اینکه به نوعی اینها رو ارتباط داده به موسای پیامبر، برای اینکه موسا در ادبیات اسلامی کلیم الله، تنها پیغمبریه از بین این 124 پیغمبری که ازش حرف زده میشه در تاریخ نگاری اسلامی که با مستقیما با خدا حرف زده، به خاطر همین هم کلیم الله. برای همین اتفاقا چیز خیلی بدی نبوده، یعنی بد نیست، ولی واژه مصنوعیه. و من هر بار که دوستانم از روی احترام میگن کلیمی، میگم نخواهش میکنم بگید یهودی، ما یهودی هستیم. بفرمایید. اساسا جامعه مدرن و انسان مدرن باید افراد رو اون گونه خطاب بکنه که خودشون رو خطاب میکنن، این احترام گذاشتن به هویت دیگریه. بله این خیلی مفصله ماجرای یهود ستیزی، با کمال تأسف باید گفت بسیار بسیار ریشه دارتر از این هاست. که خب حالا من به یک نکاتیش هم اشاره کردم. بعد خب داستان به این شکل شروع میشه که ما در تلاوی فرود میایم و من تقریبا 3.5 ساعت بازجویی میشم در پست، به اصطلاح بازرسی در همون جایی که پاس ها رو کنترل در فرودگاه. عصبانی شدید جان؟ نه، بلکه قبلا دوستان دیگری که من دوستانی دارم که با مثلا یکی از دوستان ما که با یک خانم یهودی ایرانی ازدواج کرده، همسرش یهودی ایرانیه و چند بار به اسرائیل رفت آمد کرده، به من گفته بود که این اتفاق خواهد افتاد به احتمال زیاد. البته نه همیشه، گاهی چون من همسر من هیچ مشکلی نداشت، یعنی ما رو پاسمون
هر دوتا زده محل تولد تهران. ایشون پاسپورت رو داد، اون کارت سبز اقامت رو گذاشتن لاش، دادن دستش رو گفتن بفرمایید. بعد که نوبت من شد، من رو نگه داشتن که حالا دلایلش رو ما بعداً فهمیدیم، توی اسرائیل برامون توضیح دادن و قابل فهم بود تا حدودی. به هر حال این ادامه پیدا میکنه، بعد ما از تل آویو داستان رو شروع میکنیم. طبیعتاً من هر جایی که میرم در این کتاب، هر منطقه‌ای رو که میبینم، سعی میکنم یک ارتباطی بین اونجا و دو تا کشوری که به عنوان وطن من حساب میشن، یعنی ایران و آلمان، پیدا بکنم. مثلا در تل آویو اون منطقه سفید رو توصیف کردم که مهاجرین آلمانی در دهه 30 اونجا ساختن. و همینطور هر جایی که جان به اون محله، یعنی اون شیوه ساختمانی رو در زبان آلمانی بهش میگن باوهاوس، و الان جزو میراث ملت‌های جهان هست از جانب یونسکو. بفرمایید. بله بله. و اونجا الان شما تو محله که میرید واقعا میبینید حتی اسمهایی که هست، فکر میکنید تو یکی از محله های یکی از شهرهای آلمان داریم رفت میکنید، چون همه اسم آلمانیه. و هر جایی که میگم به این شکل بوده، من سعی کردم ارتباطاتی رو که به لحاظ تاریخی، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ سیاسی بین اون جایی که دارم در اون لحظه میبینم و ایران و آلمان وجود داره، و البته با تکیه اصلی بر روی ایران، اونها رو هم بهش برسم. بعد وقت من اونجا گریز میزنم، مثلا وقتی که در سزاریا یا همون کیساریه یا قیصریه یا سزاریا ماریتیم که در اسرائیل نامیده میشه، فرضاً در اونجا من توضیح میدم که از کجا وارد میشیم، بعد اون بناهایی رو که اونجا هست توضیح میدم، بعد ما اونجا میرسیم به یک قار در واقع به یک محرابه، قاری که محل پرستشگاه میترائیسم بوده، میترائی پال بوده. در اونجا وقت من توضیح میدم برای خواننده آلمانی که آیین میترا در اصل در ایران به وجود اومد، بعد در یک دورانی رومی ها همشون به این آیین باور داشتن، و حالا ما در اسرائیل داریم نشانه های اون رو از دوران امپراتوری روم میبینیم. یا در همون سزاریا مثلا من می نویسم موقعی که ارتش ساسانی در سال 614 میلادی اورشلیم رو فتح کرد، شهربراز ارتش بود ساسانی در اورشلیم نموند، بلکه اومد به سزاریا و به اصطلاح اقامتگاه خودش رو در سزاریا بنا کرد. این نوع ساختار کتابه. بعد در اونجا من اشاره هایی میکنم، مثلا در همونجا اون بالا اونجا گل لاله است، سزاریا گلی که بهش مربوط میشه گل لاله است، که حالا اون توضیحاتش مفصل در کتاب اومده. و همینطور مثلا در حیفا توضیحات مفصلی من راجع به باب دادم، راجع به بهاءالله دادم، در عکا وقتی که هستیم در کوه نور و دریای نور، اینکه چرا اصلا اینجا هستن، جنبش بابی چی بوده، و همینطور تا آخر تا اورشلیم، و به خصوص یک بخش آخر کتاب که در کنار بحرالمیت یا یم حملخ اتفاق میفته و دیدار از مسادا، از پارک ملی مسادا و قلعه مسادا، و ارتباطاتی که همه اینها در هر شرایطی با تاریخ ایران، فرهنگ ایران و یهودیان ایرانی داشتن. این کلیت ساختار کتابه. و در این حال رویارویی با شهروندان اسرائیلی، مثلا اینکه چقدر غافلگیر می‌شدن از اینکه می‌فهمیدن ما ایرانی هستیم. اول اصلا خیلی شگفت زده بودن، گفتن شما واقعا ایرانی، ایران یا عراق یا ایران، عراق اور ایران، بعد گفتیم نه همون ایران. بعد خیلی براشون جالب بود و چقدر برخورداشون دوستانه بود با ما. برعکس موقعی که اولین باری که در تل آویو گفتیم آلمانی هستیم، از یک خانم مسنی پرسیدیم، من یک بار دیگه برای شما تعریف کردم، برای بینندگانی که نشدن اینو تعریف میکنم، روز اول بود ما خیلی میترسیدیم که بگیم ایرانی هستیم، میترسیم که نگران بودیم که بعد برخورد بد بشه. از یک خانم مسنی پرسیدیم که ما توریست هستیم از آلمان اومدیم، آدرس یه رستوران رو پرسیدیم، و ایشون بعد از اینکه مطمئن شد که ما گفتیم آلمان، جلوی پای ما توف کرد و فحش در حال فحش دادن پشتش رو ما کرد و رفت. چرا این کارو کرد؟ به طور من تنها حدسی که میتونم بزنم این که ایشون از بازماندگان هولوکاست بوده، بیترده. یا پدر مادرش به هر حال ارتباطی با اون جنایت بزرگه، چون به لحاظ سنی هم میخورد که مربوط به اون دوران باشه، طبیعتاً
یک همچی رفتاری رو میشه درک کرد. ولی از لحظه که ما گفتیم ایرانی هستیم حتی یک برخورده منفی ندیدیم، برعکس همه جا با استقبال روبرو شدیم. و آقای امیر باید بگم که شما یهودیان ایرانی در یعنی تقسیم در اسرائیل شهرت خوبی نداریم، برای اینکه به ما توصیه شد که از شما نخرید کنیم نه پیشتون غذا بخوریم، برای اینکه شما خیلی خسیسید. بله این پارسی کمتن بهش میگن، یعنی ایرانی خسیس. ولی بارها من برایشون توضیح دادم. اولا این واقعا درست نیست، چون ایران یهودیان ایرانی بسیار دست و دلباز هن، به ویژه در خدمات اجتماعی پول میدن و غیره و غیره. بعدم برایشون توضیح دادم که یهودیان در دوران قاجار در قرن 19 حتی تا پس از به قدرت رسیدن رضا شاه، حتی تا جنگ جهانی دوم افراد فقیری بودن، خیلی فقیر بودن. من خودم در یک محله یهودیان تهران متولد شدم که بسیار فقیر نشین بود، بسیار بسیار فقیر نشین بود. بنابراین اینها مقتصد بودن، شیوه اقتصادی داشتن که با پول کم چگونه بتونن زندگی عادی رو اداره بکنن، و همونها آمدن به اسرائیل با همون اخلاق. و در حالی که دیگرانی در اسرائیل بودن که آزادانه خرج میکردن و غیره، گفتن پارسی کمتان یعنی ایرانی خسیس، در حالی که به نظر من درست نیست. ایرانی فردیست که با کمترین پول معاش روزانش رو تونسته تأمین بکنه. بفرمید. این از این نظر برای من این مدار خنده دار بود که خب شما این کلیشه خسیس بودن یهودی‌ها رو میشناسید دیگه، در تمام دنیا هست، یعنی یه کلیشه هستش که یهودی همیشه خسیسه. اون وقت وقتی که توی خود یهودی‌ها یک بخشی از یهودی‌ها رو بگن خسیس، این دیگه خیلی بامزه میشه. بله درسته، در واقع اون کلیشه‌ای در کلیشه است. بله بله. به هر حال این ساختار کتابه و خب تا به حال در همین چند روزه استقبال خوبی شده. امیدوارم که آلمانی‌ها اینو بخونن و کتاب به فارسی هم حتما همونطور که گفتم ترجمه شده. و آرزوی من آقای امیر که شاید شما بتونید به برآورده شدنش کمک بکنید اینه که این کتاب از آلمانی به عبری ترجمه بشه، برای اینکه در اصل مخاطب این کتاب تا حدود زیادی هم شهروندان اسرائیل هستند که بدونند مردم ایران یا اکثریت مردم ایران نگاهشون با نگاه حکومت یکی نیست، و بلکه به دنبال دوستی و زیست آشتی جویانه با همه ملت‌های جهان هستن بدون هیچ استثنایی. این یک آرزوی بزرگ منه که این کتاب روزی به عبری ترجمه بشه. امیدواریم که این آرزو انجام بشه، به نتیجه برسه و عملی بشه. آقای بنایی، در دو سفری که به اسرائیل داشتید چه چیزای نظرتون رو جلب کرد و تو دلتون گفتین که ای کاش امکان داشت همین ایده رو، همین پروژه رو، همین چیز رو ما در ایران هم انجام بدیم و برقرار بکنیم؟ ببینید خیلی زیاده آقای امیر. ما در مورد یک بخشی از اینها در اون سلسله برنامه هایی که داشتیم صحبت کردیم. چند تاشو من به شکل مشخص از جنبه های گوناگون، یعنی من از هر بخشی سعی میکنم یکیشو بیارم که، ولی معنیشی نیست که فقط اینها بوده. یکی از حرفایی که من همیشه زدم و اصلا از اون در اون مقاله‌ای هم که سال 2010 من نوشتم و شما چاپش کردید، یکی از نکات کلیدی که بهش اشاره کرده بودم این بود که چالش‌های جامعه اسرائیل بسیار شبیه چالش‌های ماست و اسرائیل تونسته بسیاری از این، ببینید اصلا ما بحثی سر این نمی‌کنیم که بحث تاریخی نمی‌کنیم، اینکه اسرائیل بر حق ناحق به قول این دین مذهبی ها مشروع نامشروع باید به وجود میمند نباید به وجود میمند، اینا اصلا ما هیچ کاری باش نداریم. یک کشوری الان اونجا هست با یک حکومتی که جامعه رو داره سازماندهی میکنه. بسیاری از چالش ها چالش های مشابه اسرائیل درست مثل ایران، من از به قول معروف خونساترین بخشش شروع میکنم. اسرائیل درست مثل ایران یک سرزمین کم آبه. یکی از بزرگترین دستاوردهای اسرائیل در این زمینه سازماندهی و سازماندهی آب بوده.
یعنی شما در دل بیابونی که واقعا اگر کبریت روی خاکش بکشین آتیش میگیره، یعنی اینقدر خشکه، میبینید که با همین ساماندهی آب، همون آب اندکی رو که من فکر کنم فقط جز رود اردن که رود دیگه نداره اسرائیل، نه دریاچه تبریز، چهار تا رودخانه، دریاچه تبریه منظورتونه، تبریه ببخش، تبریه و تموم شد دیگه. در اون دریاچه بحرالمیت هم که آب شوره اصلا به درد کشاورزی نمیخوره. بله. خب با این سرزمینی که دو سومش اگه اشتباه نکنم بیابونه، نگف احتمالا دو سوم سطح اسرائیل، و شما میبینید در دل اون بیابون هم کشاورزی میشه. یعنی ما در کنار بحرالمیت که بودیم، صابخونه ما هر روز صبح یک ظرف میوه تازه برای ما میآورد که مال همون منطقه بود، یعنی از جای دیگه اسرائیل نیامده بود. این یکی از اون چیزاییه که من فکر میکنم کمک بسیار بسیار بزرگی برای آینده ایران خواهد بود. یک چالشیه که هر دو تا کشور باهاش روبرو هستن. یک کشور تونسته با همون بیابی مطلق کار رو به جایی برسونه که در اون دورانی که هنوز صنعتی نشده بود، در اون دورانی که هنوز تکنولوژی نداشت، به عنوان صادرکننده محصولات کشاورزی مطرح باشه در دنیا. پرتقال حیفا رو من هنوز یادمه در ایران که روش نوشته بود حیفا. و یک کشور همون منابع آبی یافا درست. خب مال الان ببینیم من چند سالمه دیگه آقای امیر، میگم از دوران بچگی. بله. فقط در حاشیه بخوام بگم که در حکومت اسلامی ایران پرتقال جافا وارد بازار شد. بله شنیدم، خبرش رو خوندم. و همه هم تعجب کردن که چطور ممکنه که اسرائیل به ایران پرتقال بفرسته. بررسی شد، معلوم شد که یک شرکت چینی آمده پتنت این رو، ابتکار این رو از اسرائیل خریده و در چین پرتقال تولید میکنه و به اسم پرتقال جافا اورنج به دنیا صادر میکنه و از جمله حکومت ایران. بفهمید. بله. بعد شما میبینید یک حکومت دیگه همون منابع آبی رو هم که داره همه رو خشک کرده. بله. ببینید چند تا رود در این 40 سال خشک شد، چند تا دریاچه خشک شد، و این یکی از اون مواردیه که واقعا ما میتونیم یاد بگیریم در آینده. یعنی از ما میتونیم از کمک اسرائیل در این زمینه استفاده بکنیم برای بازآوری و باز پروری این منابع آبی خودمون به استفاده درست از اونها. از این منطقه خونسا میایم بیرون، یک چالش بسیار بزرگ اسرائیل اون اقلیت بسیار متعصب دینیه. ما در آینده هم در حال در مورد مدیریت آب یه نکته رو به آگاهی شما و شنونده و بینندگان برسونیم. من سوگند میخورم که قصد تبلیغ ندارم، فقط میخوایم چیزهای مثبتی رو که در اسرائیل وجود داره بیان بکنیم و آرزو بکنیم که در ایران هم به اون برسیم. از کمبود آب صحبت کردیم، الان چند ساله که این کمبودها به کلی برطرف شده، یعنی در اسرائیل آب آنقدر زیاد شده که به اردن هم آب میده با قیمت ارزان و آب دریا رو شیرین میکنن و توی دریاچه تبریه میریزن که از اونجا آب شیرین رو منتقل بکنن به جنوب اسرائیل. چرا؟ به خاطر اینکه بزرگترین کارخانه های شیرین کردن آب دریا یا نمکزدایی از آب دریا در اسرائیل کار میکنه و به این ترتیب بحران آب در اسرائیل پایان یافته. بفرمایید. بله، شما اگر نگاه بکنید در دوران پیش از انقلاب، در دوران حکومت پهلوی هم یک همچین طرحی در جنوب ایران بود و فکر میکنم اگه اشتباه نکنم اون دستگاهی که اونجا ساخته شد، کارخونه که اونجا ساخته، یعنی فکر میکنم دستگاه بعد بهش گفت ساخته شد، هنوز حتی مشغول به کاره. یک همچین طرحی چهار واحد نمک زدایی آب دریا رو اسرائیل به ایران صادر کرد. و خب این حکومت هرچی آب ما داشتیم خشک کرد، رودهای ما رو خشک کرد. رود کارون تنها رود قابل کشتیرانی ایران بود. الان حتی شما میتونید پاچه شلوارتون رو بذارین بالا، از رد بشین برین اون طرف عراق، برین به عراق، برین اصلا به اون طرف مرز. این یکی از چالش ها بود که گفتم و من اتفاقا توی کتاب به این هم اشاره کردم، به اینکه ایده
آبیاری قطره چکانی یا قطره ای اصلا از کجا بود؟ اون مهندس یهودی لهستان که از لهستان به اسرائیل اومده بود، یک روز در تمام اینا رو توصیف کردم که چطور یک جور در یک کیبوتسی نشسته بود و دید اون منطقه‌ای که یک شلنگ آب سوراخ هست دور و برش سبزتره، و از اینجا به این فکر رسید که خب حالا ما میتونیم بیایم و آب رو فقط در همون حدی که لازمه به ریشه گیاه برسونیم و دیگه حرومش نکنیم به منطقه دور و برش که احتیاج نیست. و از این تکنولوژی هی پیشرفت‌تر شد و تا جایی که من خوندم اون موقع که کتاب رو داشتم می‌نوشتم، البته کتاب رو در سال 2019 در واقع تمومش کردم، ببخشید سال 2020، یعنی یک همچین روزایی شروع کردم و تقریبا یک سال نوشتنش طول کشید. اون موقع که داشتم پژوهش میکردم و نگاه میکردم، دیدم که الان دیگه خیلی خیلی مدرن‌تر شده این آبرسانی و با چرخش گردش روز، گردش شبانه روز و موقعیت آفتاب و همه اینها روش تنظیم شده و از حالت قطره‌ای دیگه حالا به حالت الکترونیکی و هوشمند هم در هوشمند شده. و خب این از اول که اینجوری نبوده، اول یه نفر نشسته اونجا اون دیده، یه ایده به ذهنش رسیده، بعد اینو تکمیلش کرده. می‌خواستم بگم که این یکی از چالش‌هاست. برگردیم به مسئله اقلیت متعصب دینی. خب اسرائیل تونسته با اینها کنار بیاد و در عین اینکه یک اقلیت بزرگ بسیار متعصب دینی داره، یک حکومت سکولار بمونه، یعنی قوانینش قوانین الهی نیستن، قوانین انسانی هن. مردم نماینده‌هاشون رو انتخاب میکنن، این نماینده ها میرن توی کنست مینشینن، در اونجا بحث میکنن، ضروریات رو نگاه میکنن و با وجود این اقلیت بزرگ متعصب دینی، اینها میتونن قوانین این جهانی صادر بکنن و ناف قانون رو از آسمان ببرن، چیزی که در ایران ما الان بهش به شدت احتیاج داریم و چیزی که در ایران ما الان دقیقاً 150 ساله داریم به خاطرش می‌جنگیم که قانون رو جایگزین شریعت بکنیم، حکومت قانون رو جایگزین حکومت الله بکنیم و دموکراسی رو جایگزین تئوکراسی یا خدا سالاری بکنیم. این تجربه بزرگیه که به نظر من در اسرائیل به خصوص بعد از مهاجرت دهه 90 که خب خیلی تعداد اون کسانی که تعصب دینیشون بالا بود انجام شد، با این وجود تونسته ماهیت سکولار خودش رو حفظ بکنه. این از اون زمینه هاست. مسئله ای که بسیار به چشم میزنه و من اینها رو همه رو در کتاب آوردم، یعنی تک تک اینها رو من در کتاب آوردم، مسئله ای که بسیار به چشم میزنه حضور چشمگیر زنان در جامعه است. من نمیخوام بگم که در اسرائیل زن و مرد 100% با هم برابرن، اصلا این حرف نیست، ولی یک صحنه‌ای رو من در این کتاب آوردم و موقعی که ما از مرز ایلات، از گذرگاه، فکر میکنم گذرگاه اسحاق رابینه دیگه، نه در ایلات به اردن، بله ما ایلات جنوبی ترین شهر و جنوبی ترین شهر، بله، موقعی که ما رفتیم به پترا برای دیدن پترا رفتیم، از اونجا رفتیم به اردن و از اونجا دوباره رفتیم به طرف وادی موسا و شهر پترا. این صحنه در کتاب با جزئیات اومده که ما از بخش کنترل پاس اسرائیل رد شدیم، در اونجا شما تقریبا با هیچ کارمندی دیگه ارتباط ندارید، میرید پاستون رو میزنید توی دستگاه، کارت اقامتتون رو میزنید توی دستگاه، دستگاه اون کارت رو میگیره، پاس شما رو اسکن میکنه و کارت خروج قرمز بهتون میده موقع خروج. خب ولی ما کارمندا رو میدیدیم. بعد ما حدود 50 متر در اون منطقه که مال هیچ کس نیست بین دوتا کنترل پاسه رد میشیم و میرسیم به منطقه کنترل پاس در اردن. در اونجا همسرم از من پرسید فکر کنی که ما چقدر فاصله داشتیم، یعنی چند متر راه اومدیم از اونجا به اینجا. من گفتم خب حدود 50 متر، حد اکثر 100 متر. و ایشون و این رو تو کتاب به همین با همین جزئیات آوردن. ایشون از من پرسید که مگه میشه تو 100 متر راه بری بعد از یک دنیا خارج بشی وارد یک دنیای دیگه بشی؟ گفتم منظور چیه؟ گفت دور و برت نگاه کن، ببین تو اینجا یک دونه زن میبینی که مشغول کار باشه؟ به جز توریست هایی که اونجا بودن، شما یک زن توی اون بخش بازرسی پاس و بازرسی مرزی اردن نمیدیدید، در صورتی که در بخش اسرائیلی میتونم بگم بالای 50% کارمندا زن بودن.
این اون چیزیه که ما میگیم خب با تمام تبعیضاتی که هنوز وجود داره در مورد حق طلاق، در مورد بسیاری موارد دیگه که خود شما بهش انتقاد دارید، من بهش انتقاد دارم، بخش بزرگی از جامعه اسرائیل بهش انتقاد داره، وکیل‌هایی هستن که در این زمینه دارن کار میکنن که این تبعیض‌ها برطرف بشه، ولی شما حضور زنان رو در تمام مراحل، در تمام جایگاه‌های مختلف جامعه میتونید ببینید. این از اون چیزایی که گلدا میر نخست وزیر. بله گلدا میر بله از گلدا میر زیپی چیز لیونی، زیپی لیونی وزیر دفاع بود فکر میکنم اگه اشتباه نکنم. نه ما هنوز وزیر دفاع زن نداشتیم. نداشتیم. لیونی چی بود؟ سیپورا لیونی؟ لیونی خانم، نه خانم لیونی. بله خانم لیونی وزیر دادگستری بود. دادگستری بسیار. بعد البته یکی از دلایلش رو من حدس میزنم، فقط حدس میزنم، من متخصص این کار نیستم، حدس فقط میزنم که این قضیه از 18 سالگی شروع میشه در اسرائیل. شما میتونید حدس بزنید که من راجع به چی دارم حرف میزنم. اینکه پسر و دختر هر دو باید خدمت نظام وظیفه انجام بدن. یعنی از اون لحظه شروع میشه که تو دختر هستی باش، تو هم پسر هستی باش، فرقی نمیکنه، جفتتون باید برین آموزش ببینید، باید برید وارد ارتش بشید. و این اعتماد به نفسی که به اون زنها داده میشه در اونجا، تعلیماتی که در درست مثل پسرها در اونجا ازش استفاده میکنن، به نظر من یک زمینه سازی میشه برای جهش های بعدی در جامعه که اینا بتونن پیشرفت بکنن. و همینطور من یادم در دوران پادشاهی هم، در دوران قبل از انقلاب هم، حداقل در سپاه بهداشت و سپاه دانش خانم ها میتونستن برن و خدمتشون رو اونجا انجام بدن. حداقل در اقوام من کسی بود که سپاه دانش بود و با اونیفرم میرفت سر کارش. این سه تا مورد از سه جنبه مختلف بود. یکی دیگه حفظ آثار باستانی و اتکا به فرهنگ ملی و بزرگ داشت فرهنگ ملی، ارزش نهادن بر شهروند. من این حرفی رو اینجا میزنم شاید برای خیلی عجیب باشه. ببینید حکومتی که میاد به حماس، من نمیدونم الان چه سالی بود، 4-5 سال پیش بود، حالا دقیق تاریخش شما احتمالا بهتر میدونید، میگه در برابر آزادی یک سرباز اسرائیلی که شما در غزه گرفتید ما حاضریم 1000 زندانی شما رو آزاد بکنیم، این حکومت برای شهروندانش ارزش قائله. یعنی برای نجات جان شهروندانش، حتی برای کشته شدگانشون، یعنی برای جسد سرباز کشته شده اسرائیلی حاضر امتیازات زیادی بده و اون رو بگیره. این نشون دهنده اینه که من در هر حال در کنار تو شهروند این کشور هستم. حالا همین رو مقایسه بکنید با رفتار رژیم اسلامی، رفتاری که با شهروندان خودش میکنه. این هم یکی از اون زمینه‌هایی که من آرزو میکنم روزی ما در ایران همین ارزش رو برای تک تک شهروندان، یعنی برای حکومت، تک تک شهروندان این کشور همینقدر ارزش داشته باشن که خودش رو با آب آتش بزنه برای اینکه موی از سر اینها کم نشه. فکر میکنم این چهارتا به عنوان چهار جنبه مختلف قضیه کافی باشه. آن در مورد اون مسئله فرهنگ ملی، خوش آمدید میدونید کاوش های باستانشناسی چه بودجه ای رو در اسرائیل به خودشون اختصاص میدن، چقدر مهمه که این فرهنگ باستانی شناسونده بشه هم به خود مردم هم به جهانیان. موزه اورشلیم، موزه ملی اسرائیل، یکی از بهترین جاهایی که من توصیه میکنم هر کس به اسرائیل میره یک روز رو فقط بذاره برای بازدید از این موزه. آثار تاریخی، آثار باستانی که اونجا هستن، مرمتهایی که میشن، حفاظتی که از اینها میشه و ارزشی که این فرهنگ برای فرهنگ باستانی، فرهنگ ملی برای حکومت و برای مردم داره. اینم از اون زمینه‌هایی که آرزوی من اینه که در ایران هم روزی ما یه چنین پدیده‌ای رو داشته باشیم و باهاش روبرو باشیم. میخوام سخنرانی شما رو تکمیل بکنم و بگم که این سرزمین، سرزمین اسرائیل، 3000 سال تاریخ یهود درش نهفته است و در زیر زمینهاش نهفته است و میگویند که شما هر یک متری که راه برین اگه حفر بکنین یه چیز باستانی پیدا میکنه. من دوران دانشجویی در حفاری های باستانشناسی برای تامین زندگی و هزینه تحصیلم حفاری میکردم و یک دسته کوزهی کشف شد که روش نام پادشاه ایران نوشته شده بود و این متعلق به دورانی بود که سرزمین اسرائیل در تسلط امپراتوری ایران بود و بسیار خوشحال و چیز بودن.
یعنی شما بیرون آوردن میراث فرهنگی و دینی و اعتقادی و معنوی یهودیان از زیر زمین و نشون دادن اون به مردم جهان، این یک رسالت ملی هست در اسرائیل و این رو کاملا شما درست میگید. مثلا حفاری هایی که در نزدیکی دیوار غربی کتل همعراوی یا در گذشته بهش میگفتن دیوار ندبه در شرق اورشلیم انجام شده. ببینید که 3-4 طبقه تمدن روی تمدن، دوران روی دوران، و این تمامش نشان این است که یهودیان بودند که در این سرزمین زندگی میکردن. و آقای بنایی باور بفرمایید، هیچ چیزی که متعلق به فلسطینی ها باشه از فرهنگ گذشته هنوز در این سرزمین کشف نشده. بفرمایید. بله، من اتفاقا میخواستم به یک نکته اشاره بکنم در بخش آخر کتابم، در صحنه‌ای که ما داریم از بئرشبع میایم به طرف تل آویو با ماشین که دیگه بریم سوار ماشین هواپیما بشیم و برگردیم، یعنی ما در چیز بودیم، در همون انبوکک در کنار دریای مرده، از اونجا آمدیم یه سفر کوتاهی هم توی بئرشبع داشتیم و اومدیم به طرف تل آویو. خب ببینید، اصلا همین که شما یه شهری داریم به نام بئرشبع، شما میرید تورات رو باز میکنید یا کتاب مقدس یهودی یا همون تنخ رو باز میکنید، بعد میبینید این اسم توی اون کتاب هست. بله، جالب، این کتابی که چند هزار سال قدمت داره، اسم این شهر توش هست. اینا رو بذاریم کنار، به طرف تل آویو که داشتیم میمدیم، یک جایی من دیدم تابلو زده گرار، احتمالاً میشناسید شما، یه تابلو زده بود به طرف گرار، یه منطقه‌ای. جالب اینجاست که حالا چون من خیلی به متون مقدس هم یهودی و هم مسیحی و اسلامی پرداختم، در یکی از اون روایات اینه که ابراهیم یا ابراهام با ساره و هاجر در گرار زندگی میکرده. من این، چون یک روایت دیگه اینه که در هبرون یا الخلیل زندگی میکرده و به همین دلیل اسم اونجا هبرون هست، که خبرون در واقع میشه دوست اگه اشتباه نکنم، بله، همون معنی الخلیل رو میده که اون هم به خاطر که به ابراهیم خلیل الله گفته میشه، ولی در یک روایت دیگه در گرار زندگی میکرده و اون ماجراهای ساره و اسماعیل و هاجر در اونجا به وجود اومده. اینا اصلا خیلی مهم نیست که متن داستان چیه. در اونجا من اصلا یهو شوکه شدم و با همونطور که داشتم رانندگی میکردم یه فریادی کشیدم، گفتم گرار. بعد همسرم ازم پرسید چی شده، چرا اینقدر هیجان زده ای و اینا. گفتم ببین، این کشور عین این مطلب که آقای امیر که دارم الان برای شما میگم در کتاب اومده با همین کلماتی که دارم میگم. گفتم این کشور مثل یک کتاب تاریخ عظیمه، یعنی تو در آخرین لحظه های اقامتت در این کشور یک تابلوی راهنمایی و رانندگی میبینی که این تو رو به اسطوره های این کشور راهنمایی میکنه، به ماجرای ابراهام. اصلا مهم نیستش که اینا راستن، دروغن، بودن، نبودن، اینا اصلا موضوع ما نیست. موضوع اینه که در ذهنیت ملت یهود و ملت اسرائیل، چه در درون اسرائیل چه در خارج از اسرائیل، ابراهام پدر این ملته، پدر باستانی اسطوره‌ای ملته. و شما در علائم راهنمایی یک اسمی رو میخونید که در کتاب در متن مقدس اومده که این پدر باستانی، این پدر اولیه در این منطقه زندگی میکرده. خب این زنده نگاه داشتن دائمی تاریخ و اسطوره است به نظر من. خیلی این تحت تاثیر قرار داد منو. سپاسگزارم آقای محسن بنایی. فکر میکنم آنچه که گفتید میتونه یک درس و یک راهنمایی و یک آرزو برای ایرانیان باشه، ایرانیانی که سرزمینشون رو دوست دارن، کشورشون رو دوست دارن، به سنت باستانشون احترام میذارن، به تاریخ گذشتهشون افتخار میکنن، و امیدواریم که در ایران هم این احترام به سنت‌های دیرین و فرهنگ باستانی تقویت بشه. و بسیار دردناکی که ما میشنویم میخواستن تخت جمشید رو خراب بکنن، میخواستن به پاسارگاد آسیب برسونن،
مردم رو جلوشون رو میگیرن که نرن آثار باستانی رو ببینن، و این امیدواریم که بگذره تمام بشه و ملت ایران هم راه خودش رو پیدا بکنه. بفرمید. من فقط میخواستم عکس روی جلد کتاب رو توضیح بدم بله، که خواهش میکنم. اینجا هستش، روش نوشته، من میگیرمش الان جلد دوم، ولی من میخونم و شما لطف کنین که بگین معنیش چیه. بله. شین شین همليخ کورش، درباره پادشاه ایران به بله پادشاه کوروش. بله، دقیقا این عکس روی کتابه که تابلوی یکی از خیابون‌هایی است در اسرائیل که به نام پادشاه کوروش هست. شاید همین یک عکس به نظر من گویای اون ارتباط چندین هزار ساله ملت یهود با ملت ایران باشه. یعنی این ارتباط شاید بشه گفت که در همین یک عکس میتونه خلاصه شده باشه به عنوان نمونه. من دو نکته دیگر رو به سخنان شما اضافه بکنم که در شهرهای بزرگ اسرائیل خیابان کوروش وجود داره، و علاوه بر این در دانشگاه فنی شهر خلون در مجاورت تل‌آویو یک باغ بزرگان ایران برپا شده که اونجا مجسمه کوروش کبیر هست، مجسمه فردوسی هست، ابن سینا هست، سعدی هست، حافظ هست و مولوی، و این نشان احترام ملت یهود به فرهنگ ایران زمین هست. تشکر میکنم دوباره از شما آقای محسن بنایی، و امیدوارم که در هفته های آینده مسائل دیگری هست که خیلی دلم میخواد با شما در میان بگذارم و نظر خواهی کنم. حتما در خدمت شما و پاینده ملت ایران. پاینده ملت ایران.